این روزها در اولین سالگرد قیام 401 هستیم و شاهد بودیم که به رغم بگیروبندهای رژیم و گسیل هزاران پاسدار و بسیجی و انتظامی در خیابونا و نصب تیربار در بام برخی مراکز دولتی در شهرهای مختلف، بیش از 40 شهر کشور مردم به خیابونا ریختن و به خامنه ای نشون دادن که سرکوب و بگیروبند جواب نداره و انقلاب دموکراتیک زنده و در چشم اندازه. برای گفتگو در رابطه با این موضوع همراه هستیم با مسعود امیرپناهی. مسعود، سلام خدمت شما و از اینکه امروز با ما هستی تشکر میکنم. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و در خدمت شما هستم. ممنون از شما. رژیم از مدت ها قبل خیلی رک و پوسکنده و بدون هیچ ملاحظه ای برای اینکه قیامی شکل نگیره اقدام به تصفیه دانشگاه ها و دستگیری های گسترده و به قول خودشون لیدرهای قیام کرد. وزارت اطلاعات هم چپ و راست خبرهای جعلی از متلاشی کردن گروه‌های برانداز اطلاعیه منتشر می‌کرد. اما به رغم همه اینا روز 25 شهریور در سالگرد جان باختن ژینا دیدیم که مردم پاسخ دندون شکنی به خامنه‌ای دادند. نفس این اتفاق چه چیزی رو نشون میده؟ بله، ببینید اگه بخوام خیلی خلاصه بگم نشون میده که جامعه به سمت سازمان یافتگی رفته. ببینید همونطور که خودتون هم اشاره کردید رژیم براش خیلی مهم بود که این قیام شکل نگیره و از سر خودش رد کنه. اگه یادتون باشه حسین سلامی یک ماه پیش بود اگه درست خاطرم باشه اومد و تو سخنرانیش گفتش که خط و نشون کشید و صحبت از محله اسلامی کرد و گفت بسیجی ها بیانن مسجدها رو بگیرن، خیابونا رو بگیرن، تو دانشگاه ها، تو مدارس، تو کودکستان ها، واقعا همه جا رو گفت و نقش مسیر رژیم رو در واقع اونجا گفت. به دنبال اون روزی نبود که مثلا سران سپاه یا انتظامی و کلا مقامات رژیم تو صحنه نیان و اندر ضرورت دستگیری و سرکوب صحبت نکنن. اول گشت ارشاد رو انداختن، دانشگاه ها رو تصفیه کردن، بعد صدها دانشجو رو محروم کردن، یه سریشون رو دستگیر کردن، دوباره زندانی های سابق رو تصفیه کردن. هر کاری بگید انجام دادن اما نشد که اون کاری که میخواست بکنه. همین یه نگاهی اگه بندازیم به آمار حمله به عوامل سرکوب و مجازات اونها تو همین دو سه ماه گذشته خیلی چیزا رو روشن میکنه. ببینید تو همین ماه تا همین امروز 26 نفر از مزدوران رژیم به سر مجازات شدن. همین دیروز یکی از اینا رو با ماشین زیر گرفتن که به هلاکت رسیده بود. تو مرداد ماه 26 تا حمله بوده، تیر ماه 17 تا حمله بوده، خرداد ماه 23 تا حمله بوده. نتیجه میخوام بگیریم اینه که در شرایطی که هر چی سرکوب بیشتر بشه ضرورت مبارزه سازمان یافته و قهرمانیسم برای مردم بیشتر روشن میشه و جا میفته و جامعه قانونمند به سمت در واقع سازمان یافتگی و مبارزه قهرمانی حرکت میکنه و این همون پاشناشیلیه که رژیم خامنه ای داره. این پاشناشیل در واقع خامنه ایه. بله، اگه درست متوجه صحبت های شما شده باشم منظور شما اینه که الان سرکوب عکس عمل میکنه، ولی خب چرا؟ بله بله درسته، عکس عمل میکنه. دلیلش هم اینه که شرایط عینی فراهمه، یعنی مردم، یعنی یه موقعیت انقلابی ایجاد شده، مردم این رژیم رو نمیخوان. شما نگاه کنید، یه نگاهی به گذشته بکنیم ببینید چه پروسه‌ای شد. از سال 78 به این طرف که نگاه کنید، قیام 78 تا 88 ده سال طول کشید. این دوتا قیام 78 تا 88 از شکاف درونی رژیم بیرون زد. اولیش مال خاتمی بود، دومیش هم مال چی بود؟ مال میرحسین موسوی، یعنی خود رژیم بودن، یعنی شکاف درونی رژیم بیرون زد. قیام 88 تا 96 8 سال طول کشید، دو سال کم شد. این قیام 96 ایاتون باشه وقتی بیرون زد که رژیم برجامو امضا کرده بود و آقای اوباما برای علامت حسن نیت میلیاردها دلار پول به رژیم داد. اون هواپیمایی که بار زد یه میلیون چقدر میلیارد دلار نقد آورد بهش رژیم داد، حساباش هم که خیلی ها رو آزاد کرد و بهشون داد. یعنی رژیم مشکل مالی نداشت، ولی میبینید بیرون زد، قیام بیرون زد. علتش هم این بود که عامل ذهنی با عامل عینی یعنی نارضایتی مردم روی هم افتاده بود. عامل ذهنی هم که میگیم منظور هدایت کننده است، نیرویی که هدایت میکنه این مسیر رو. خود خامنه‌ای گفت و انگشت گذاشت روی نقش کانون‌های شورشی، مجاهدین که یک
اعتراض ساده صنفی رو تبدیل کردن به در واقع یک قیام. از قیام 96 تا 98 میشه 2 سال. اما باید یادآوری کنم که این دو قیام، قیام‌های سراسری بود، یعنی تمام کشور رو در بر گرفت. درگیر شدن. اما در سال 97 در واقع قیام‌های محلی در واقع چی بود؟ فراوون بود. مثل اصفهان و کازرون و اینا اگه یادتون باشه، مناطق مختلفی اعتراضاتی می‌شد. زاهدان بود، اینا بود. در سال 98 ما 2 تا قیام داشتیم. آبان و دی ماه. آبان با 1500 شهید در واقع که جامعه ایران در قیام در واقع 98، قیام آبان 98 از ترس عبور کرد و به سمت قهر رفت. اگر عبور نکرده بود به طور منطقی نباید فاصله بین این دوتا، یعنی آبان داده 2 ماه میشد. سال 99 شد و 1400 به دلیل کرونا قیام شکل نگرفت. خودشون هم گفتن، مقاماتشون همشون اومدن گفتن و ابراز وحشت کردن از پسا کرونا. هی میگفتن پسا کرونا، خودشون هم میدونستن. اما به محض اینکه کرونا تموم شد شهریور قیام زد بیرون. به موازات این قیام ها قاعدتا رژیم هم، یعنی در واقع رژیم بیشترین ریزش رو داشت. یعنی هرچی قیام بود رژیم، نیروهای رژیم ریزش میکردن و قاعده این در واقع نظام هی باریک و باریکه و کمتر و کمتر میشد. میخوام بگم هر چی جلوتر میایم از سال 78 به این طرف، همینطور که میبینید قیام ها کمتر و در واقع فاصله قیام ها کمتر و کم، بله کوتاه‌تر میشه و ما به ازایش قیام ها شکل سازمان یافته در و رادیکال تری به خودش میگیره که خامنه‌ای هم دم به ساعت تو سخنرانیاش میامد هشدار میداد. حالا در پاسخ به شما گفتید که چرا سرکوب جواب عکس داد، میگم که به دلیل سازمان یافتگی و رادیکالیسم قیام و نقش عامل ذهنی به طور کلی. بله. خب آیا خامنه ای همین موضوعی که الان شما گفتید رو نمیدونه که این کارا رو میکنه؟ چرا، خیلی هم خوب میدونه. ببینید خامنه ای یک سری در واقع سر یک کشوریه، سر یک مملکتی مثل ایران با این وسعت، با این موقعیت بین‌المللی ژئوپلیتیک و اهمیتش، با امکانات وسیع دولتی. معلومه که شرایط کشور رو مانیتور میکنن، انبا و اقسام سازمان‌های اطلاعاتی دارن اینا رو مانیتور میکنن، دارن چک میکنن و بهتر از هر کسی میدونه که چه مسیری طی شده. همین مسیری که من گفتم، اون خیلی دقیق تر از من داره میدونه اینو که روی مجاهدین در واقع متمرکز شده. علتش اینه دیگه. چرا روی مجاهدین متمرکز شده؟ چون میدونه که عامل ذهنی داره اینو هدایت میکنه. قیام 96 فقط 1 سال بعد از هجرت بزرگ مجاهدین از عراق به آلبانی بود. آیا این تصادفیه؟ قطعا نه. مجاهدین به عنوان کانون الهام تو جامعه ایران داره عمل میکنه. تئوری کانون های شورش هم از همین در واقع نقش الهام دهندگیش در اومده. شما نگاه بندازید، حتی 1 روز شما نمیتونید ببینید که اشرف نشان ها در خیابونای سراسر جهان فعالیت نداشته باشن، صدای اعتراض بلند نکرده باشن، سر هر موضوعی تو ایران اعتراض نکرده باشن. خب این چه تأثیری روی مردمی که زیر تیغ سانسور و سرکوب رژیم هستن میگذره؟ این موضوعی که شما گفتید در واقع خود رژیم هم و سرانش هم هر روز دارن به این موضوع اشاره میکنن. بله، اصلا به همین دلیل هم بلند میشن میان هی فشار میارن. خود وزیر خارجهش میگه که آقا تمام حرف ما تو هر نشست و برخاست اینه که مجاهدین رو محدود کنید، مجاهدین این کارو بکنید، اون کارو بکنید، این کارو بکنید. به همین دلیل دیگه. خب چون اینو میبینه، اون امکانات وسیعی داره. ببین این انبوهی 30,000 نفر رو دستگیر کردن تو این قیام. ما میگیم 30,000 ولی ظاهرا بیشتر هم هست. خب از بازجویی ها چی نتیجه میگیرن؟ گزارش هاش که منتشر نمی کنن، ولی بالاخره نتیجه گیری در مورد خودشون که میکنن. خامنه ای تو همین سخنرانی قبلش گفته بود که اینها در فضای مجازی رو مخ مردم، رو مخ جوان ها راه میرن. پس خوب میفهمه. به دلیل همین، به همین دلیل هم در واقع روی از دور خارج کردن مجاهد متمرکز شده. بنابراین اگه میبینید که خامنه ای همه دور بریاشو پیش پای رئیسی قربانی کرد، فقط به این دلیل بود که میخواست شکاف بالای دستگاه خودشو ببنده، چون فهمید که دیگه با قیام خود به خودی روبرو نیست. به چشم دید یک حرکت صنفی به دلیل وجود کانونهای شورشی، یعنی عنصر سازمان یافتگی،
میتونه به سرعت به یک قیام سراسری و سازمان یافته تبدیل بشه. هم 96 اینو دید، هم 98 بیشترش رو دید و هم 401 که خیلی بیشترش رو دید. بنابراین خامنه ای راهی جز به عقب نداره. بله، اینکه راهی به عقب نداره رو به نظرم توضیح دادید و کامل واضح شد. ولی خب چشم انداز آینده چیه؟ ببینید وقتی شرایط عینی فراهم باشه، همون که اشاره کردم، موقعیت انقلابی آماده باشه، نارضایتی یعنی تنگ دستی و نارضایتی و بدبختی های جامعه به اونجا رسیده باشه که دیگه قابل تحمل نباشه برای مردم، وقتی حکومت کننده یعنی همین رژیم دیگه نتونه حکومت کنه، خب میبینید دیگه بابا دیگه دونه درشتای خود دوربر خامنه‌ای بریدن دارن میریزن. اینجاست که در واقع تو این نقطه است که حد اکثر همبستگی در میان اقشار مردم ایجاد میشه و پیشروترین قشرها و طبقات مردم در صف مقدم قرار میگیرن. چرا خامنه ای الان یادش افتاده که دانشگاه ها رو بعد از انقلاب فرهنگی که در سال ارتجاع فرهنگی که در سال 59 راه انداخت الان دوباره اومد سراغ دانشگاه ها؟ چون نقش دانشجوها رو دید دیگه، دانشجوها رو تو همین قیام دید. از طرف دیگه ریزش و بریدگی در جبهه دشمن روز به روز داره بیشتر میشه دیگه. فضای مجازی پر کلیپ های همین سرار کله گنده های همین رژیم، آخوندای کله گنده حوزه، همین جوری دارن از خامنه ای فاصله میگیرن و مرزبندی میکنن. اجازه بدید من قسمتی از در واقع کتاب استراتژی قیام و سرنگونی رو یه تیکه ایشو بخونم که مال 20 سال پیشه، 25 سال پیش. میگه از این پس، یعنی بعد از اون شرایط موقعیت انقلابی که فراهم باشه، یعنی نارضایتی و اجتماعات و اینا، از این پس دیگر همه چیز بسته به عامل ذهنی یعنی عنصر هدایت کننده و دستگاه و تشکیلات رهبری کننده است که سیل خروشان را چگونه و به کجا میبرد. اینجا دیگر سوال این است که راننده کیست و به کجا میبرد، سمتگیری او به کدام جانب است. پس ببینید وقتی شرایط عینی فراهم باشه دیگه این عامل ذهنیه که این هدایت میکنه. اگر ما میبینیم فاصله قیام ها هی کم و کمتر میشه و عمق و رادیکالیزم و سازمان یافتگیش بیشتر میشه، به دلیل همین عنصر عامل ذهنیه که داره هدایت میکنه. اینی هم که خامنه ای اومد توی قیام 401 اون بامبول نمیدونم بچه شاه و نمیدونم با اون جبهه مشترک تشکیل داد و از این کارا کرد و اونا رو نیروهاشو چی میگن این آدمای اطلاعاتیشو تحت عنوان اپوزیسیون صادر کرد تو خارج و انازم داره میکنه که میخواد چی کار کنه؟ میخواد همین عامل سمت دهندگی رو چی کار کنه؟ مسیر رو عوض کنه، ببره به یه سمت های کوچه های نمیدونم خشونت پرویزی کشکی که خود بقای رژیم خودش رو تضمین بکنه. عاملش اینه. بنابراین نتیجه بگیرم، الان در ادامه قیام 401 راننده واقعی در جای خودش نشسته بعد از شکست پروژه های انحراف در قیام و قطعا انقلاب دموکراتیک دیگه پیروز خواهد شد و این تثبیت شده است. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو من دادید. بله دوستان، گفتگویی بود با مسعود امیرپناهی با عنوان اولین سالگرد قیام و چشمانداز پیروزی انقلاب دموکراتیک. ادامه برنامه همراه ما باشید.